و حدیث این قربان چنان بود که ابراهیم در خواب دید که گلوی فرزندش اسماعیل را می برید. چون ابراهیم آن خواب بدید، دیگر روز مادر اسماعیل را گفت این پسر اکنون بزرگ شد، او را با من بفرست تا کاری می کند و جلد و مردانه براید و به نیرو گردد. و پسر را گفت ای پسر، رسنی برگیر و بیا تا به این کوه برشویم و هیزم آوریم. پس پسر رسنی برگرفت و با پدر برفت و ابراهیم کاردی برگرفته بود و با خود ببرده و جمله خلایق آسمان و فرشتگان نگاه همی کردند و چون به کوه برشدند همه فرشتگان گریستن گرفتند و گفتند که یارب چه بزرگ بنده ایست ابراهیم که نمرود او را به آتش انداخت از بهر تو و باک نداشت و اکنون فرزند را از بهر تو می کشد و باک نمی دارد. و چون پسر به کوه بر رفت، کوه بلرزید و پسر بترسید و گفت ای پدر، این کوه چرا همی لرزد؟ گفت ای پسر، خدای قادر است و هرچه خواهد کند. پس ابلیس غمگین گشت از آن نیت ابراهیم و از آن صدق او و ندانست که چه کند و پیش مادر پسر رفت بر صورت پیرمردی و خیشتن را بر او نمود و گفت که ابراهیم پسر را کجا برد؟ گفت که به کوه برد تا هیزم آورد. گفت که او را نه به هیزم برده است، او را از بهر آن بر آن کوه برد تا او را بکشد و کاردی با خود برده است. آن مادر پسر گفت که تو محال میگویی، پیغمبر خدای پسر خود را چون بکشد؟ مگر تو ابلیسی که این سخن میگویی؟ ابلیس گفت که ابراهیم میگوید که خدای فرموده است. آن زن گفت اگر خدای فرموده است، فرمان باید کردن تا آسی نگردد و هرچه خدای فرماید من به آن راضی باشم. پس ابلیس از اون ناامید شد و بازگردید و پیش پسر آمد و خیشتن را همچنان بر صورت پیری به اون نمود و گفت که تو نمیدانی که پدر تو را کجا میبرد؟ گفت به کوه میرویم تا هیزم آوریم. گفت که تو را نه به هیزم میبرد، تو را میبرد که بخواهد کشتن. پسر گفت تو مگر ابلیسی؟ پیغمبر خدای پسر خود را چون کشد؟ گفت که میگوید خدای فرموده است. پس گفت اگر خدای فرموده است، فرمان حق باید بردن و اگر نه آسی باشد و من به هرچه خدای فرماید و پدرم کند به آن راضی باشم و فرمان بردار. پس ابلیس از اون ناامید گشت و بازگردید و پیش ابراهیم رفت و سلام کرد و گفت ای ابراهیم، مرا گمان است که تو این پسر را همی بری تا بکشی. گفت آری، به این کار می برم. پس گفت ای ابراهیم، این تو را ابلیس نمود که تو پسر خود را قربان کنی و اگر تو او را بکشی، فرمان ابلیس برده باشی و به خدای آسی گردی. ابراهیم دانست که آن ابلیس است و او را از راه خواهد بردن و گفت ای ملعون، از من دور شو که من گفتار تو فریفته نگردم و به قول تو فرمان خدای فرو نگذارم. پس ابلیس از هر سه ناامید گشت و بازگردید و مکر او اندر هیچ کدام نگرفت. پس ابراهیم پسر را گفت که بیا جان پدر و سر او بر کنار نهاد
و کارد از آستین بیرون کرد و می گریست و جمله فرشتگان آسمان نیز می گریستند. پس پسر گفت که ای پدر، چه بوده از تو را و این کار چیست؟ و این گریستن تو از بهره چیست؟ ابراهیم گفت به خواب دیدم تو را به باید کشتن. گفت بکن آنچه تو را فرموده اند، که اگر خدای خواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت. و چون ابراهیم را بسی آب از چشم فرود آمد، پسر او را گفت که ای پدر، برخیز و فرمان خدای به جای آور و آنچه او فرموده است بر من بران، تا تو اندر خدای عاصی نباشی و من نیز هم عاصی نباشم و امر او به جای آورده باشیم. پس ابراهیم برخاست و جامه پسر بیرون کرد و دل تسلیم کرد و خلقان هفت آسمان به نظاره ایستاده بودند و به زاری همی گریستند. و ابراهیم که خواست کارد بر حلق به پسر نهد و دیگر بار آب از چشم او روانه گشت و دستش به لرزه افتاده و پسر چشم بر هم نهاد و خود را به خدای تسلیم کرد. و ابراهیم کارد به زیر گلوی پسر نهاد، هرچند می کشید نمی برید. پس خدای جبرئیل را بفرمود تا کوچی از بهشت نزد ابراهیم بیاورد و خدای ندا کرد و گفت ای ابراهیم، خواب راست کردی و وعده را وفا نمودی. ابراهیم چون آن ندا بشنید، از هیبت حق بلرزید و کارد از دستش بر زمین افتاد و دانست که خدای فدا فرستاد و فرج و راحت پدید آمد. ابراهیم بیامد و او را قربان کرد در منا و خدای خواست که جایگاه قربان به این کوه منا باشد و سنت قربان در آن مکان تا قیامت باقی است.